باز هم سه شنبه ما در خدمتتون هستیم از یکی دیگه از برنامه های روانشناسی برای همه. من سیما بهاری سلام میکنم به شما، همراه با همکارم آراد علیزاده این برنامه رو تقدیمتون میکنیم در کنار و همراه دکتر میترا بابک عزیز. سلام میکنم به شما دکتر میترا بابک، خوشحالم که باز هم در کنارتون هستم و با همکاری هم برنامه دیگه ای رو ارائه میدیم به بینندگان عزیزمون. دقیقا، درود بر خود شما سیمای عزیزم. بسیار خوشحالم از این همگرایی و همبستگی که با هم داریم و در کنار هم به فکر مردم هستیم و به سوالات مردم تا اونجایی که امکان هست پاسخ. و اما اولین سوالمون در رابطه با بیننده‌ای هستش که گفتن که وقتی که سکس دارم احساس میکنم که با هم یک خانم مسن همسایه‌مون هستم که وارد سکس شدم، در حال سکس و بعد از اون احساس میکنم سردرد شدید میگیرم، حالم خوب نیست و به خاطر این هستش که مدتی هست اصلا از رابطه جنسی انگار که میترسم. دو کار باید بکنی. اولا که از کی این احساس نسبت به این خانم شروع شده، دو چه شباهت های این خانوم نسبت به گذشته، عشق گذشته، هنرپیشه‌ای تو دوران گذشته خودت، نوجوانی، هر سنی که الان هستی در گذشته، چه شباهت هایی بین این خانوم و فرد دیگه که برای جذابیت داشته داشتی؟ سوما تو این مدت آیا از ایشون و از طرف شما به ایشون یا از طرف ایشون به شما هیچ احساس نگاهی رد و بدل شد؟ چی شد که شما یه دفعه این خانوم اومد تو فکر و در موقع رابطه جنسی به فکر ایشون هست؟ اینو توی خودت سعی کن پیدا کنی و بعد یه مرحله گذراست، زیاد ازش نترس. سعی کن اگر برات امکان داره عکسی یا فیلم پرنی یه جوری جا به جاش کن، یه جوری یه کاری کن که این خانوم جا به جا بشه با یه فرد دیگه، یه هنر پیشه، هر چیزی، چون اینا همه گذراست، رد میشه میره، تا اینکه بتونی فوکوس بهتری تو داشته باشی با همسر و با یار خود. ولی سعی کن ریشه رو پیدا کنی و ببینی از کجا شروع شده. نگرانش نباش، خودتو انقدر آزار نده، ولی سعی کن اون لحظه که این خانم میاد تو مغزت بتونی با یه فکر دیگه، با یه تصویر پردازی دیگه جایگزینش بکنی با فرد دیگه، و این مطمئن باش این رد میشه میره. ولی پوینت هایی که گفتم اونا هم حتما ریشه یابی کن ببین چی. بله. مورد بعدی خانمی هستن 52 ساله، گفتن که 39 سال هست توی یه رابطه زناشویی هستن، ازدواج کردن، بچه دارن. همسرشون تا حالا 3 بار صیغه کرده، با زنای دیگه ای رابطه داشته. 12 سال پیش فهمیدم که به من خیانت کرده و با کس دیگه ای علاوه بر اون صیغه هاش رابطه داره. توی این مسئله وقتی بهش فکر میکنم خیلی احساس میکنم تحقیر میشم، ولی به هر حال سوختم و ساختم توی این رابطه. همسرم مرتب به من خیانت میکنه، با زنان دیگه ای رابطه داره. حالم از این موضوع خیلی بده، خیلی ناراحتم، داروی اعصاب میخورم، انگار که توی جهنم دارم زندگی میکنم. 2 تا دخترام خوبن، ازدواج کردن، نوه دارم، زندگی خوب دارن و رابطهشون خوبه با من. یه دونه دختر دارن، یه دونه پسر. پسرشون 21 سالشه، دخترشون ازدواج کرده و بچه داره و غیره. پسرشون 21 سالشه، با من زندگی میکنه. خودم احساس میکنم مثل یک کلفت هستم که کار میکنم و قدرم دونسته نمیشه و برای اینکه برای من یه چیزی بخواد بخره همسرم کلی بهانه میره و این کارو نمیکنه، ولی میدونم با همسران صیغه‌ایش ماشین خوب، لباس خوب داره استفاده میکنه، با اونا بیرون میره، تفریح میره و من توی خونه هستم. روزی 1000 بار آرزوی مرگ میکنم. من خیلی متاسفم بانو، بعد از 39 سال ازدواج و زندگی مشترک ایشون طبق گفته های شما البته ایشون اینجوری داره باهات برخورد میکنه. آیا باهاش نشستی صحبت کنی؟ خیلی سفت و جدیه. آیا حتما به نظر میاد که همه اینا ثابت شده است برای شما؟ فرزندانتون هم که همشون جفتشون بزرگ هستن، آیا اونا اطلاع دارن از این قضیه؟ آیا شما تصمیم، آیا از نظر اقتصادی آیا
این توانایی داری برای خودت، دو کار داری باید بکنی. یا اینکه طلاق عاطفی، چون شما طلاق عاطفی دادیش ولی طلاق عاطفی ناسالم دادیش، عصبانی هستی، قرص اعصاب میخوری، داغونی، داره اینجور محرومیت برات ایجاد میکنه طبق صحبت های شما البته، و داره به خیانت های مالی و جنسی داره بهت میکنه، خیانت های زناشویی داره بهت میکنه، چرا فکر میکنی تو این زندگی موندی؟ دو کار میتونی بکنی. سفت و محکم بشینی باهاش صحبت بکنی و زیر همین یک سختی که هست ایشون بره در خودش، اگر که امکانش هست، اگر انقدر موقعیت مالیش خوبه که برای خانمهای دیگه ماشین و این چیزا میخره، پس بره واسه خودش یه اتاق مجردی، خونه مجردی هم درست بکنه، واسه خودش زندگی بکنه. احتیاج هم نیستش که جدا بشید اگر طلاق برای شما و برای خانواده موقعیت خوبی رو ایجاد نمیکنه، ولی خب شما دیگه لااقل میدونی که بین خودتون این طلاق عاطفی اومد، صحبتش شده، تموم شده، تکلیف شما روشن شده، تکلیف ایشون روشن شده و ایشون تو زندگی خودشه و شما هم تو زندگی خودت، که دیگه اینقدر جلوی چشم داغون نشی عزیزم. یا ستارا، یا جدا بشی، موقعیت مالی خوبم بهت بده و جدا بشی، برای خودت علنا جدا بشی، و یا اینکه دیگه اینقدر اهمیت ندی، مادامی که تمام این سالها این کارا رو کرده، شما رو بیمار کرده و همه این سالها نه تنها متوقف نکرده بلکه ادامه و ادامه داره میده، پس چرا داری اینقدر خودت رو داغون میکنی چیزی رو که نتونستی درست بکنی؟ پس چرا خودت رو داری نابود میکنی؟ پس به این سه تا مسئله فکر کن. این سه تا راه هیچ کس حق نداره به شما بگه چیکار بکن چیکار نکن، اما حداقل به این سه تا راه بشین خوب فکر کن، خوب فکر کن. اگر امکان داره با یک روانشناس اونجا هم صحبت بکن و بعد تصمیم درستت رو خودت بگیر. اینجوری خودسوزی و داغون کردن خودت و عمر خودت رو کوتاه کردن، اعصاب خودت رو خرد کردن، به اضافه این که نمیتونی انسان سالم، مادر سالمتر و مامان بزرگ سالمتر باشی. گود لاک، امیدوارم که بتونی یه تصمیم درست برای خودت بگیری. مورد بعدی، یک مادری هستند که گفتن یه دختر 30 ساله دارم که برای رسیدن به خواستهای خودش حاضر با مردای متأهل رابطه جنسی برقرار بکنه. خودش رو رها و آزاد احساس میکنه و به چیزی پابند نیست. الان هم با دوست خانوادگی ما، دختر خالم، ارتباط برقرار کرده، با حتما همسر دختر خالشون منظورشون بوده، ارتباط برقرار کرده، راهنماییم بکنه چجوری بکنین که من چجوری باهاش رفتار کنم. بانو، این یک بیماری اجتماعی، این یک درد بزرگ ثمره جمهوری اسلامیه که متاسفانه نظام طبقاتی رو بیداد کرد، نظام طبقاتی درست کرد، مستضعفی که خمینیشون میگفت مستضعف کیست، خامنه ای با وقاحت اومد گفت مستضعف ما و سپاه پاسدارانه، و دخترای معصوم ما، پسرای معصوم ما دهه به دهه داغونتر و داغونتر شدن و متاسفانه این نظام طبقاتی و این چشم هم چشمی باعث شد که دخترها خیلی بیشتر تلاش بکنن با تن فروشی. این خودش تن فروشیه به اضافه خیانت. وای به حال من زن، وای به حال من دختر که زندگی دیگری رو خراب بکنم، اون وقت بخوام حوار بزنم از خیانت. ما زنها هم باید خیلی خیلی، ما دخترها زنها باید خیلی مراقبه حرمت و شخصیت خودمون باشیم. هیچ پولی، هیچ مقامی، هیچی ارزشی اینو نداره که بخوای طلا و جواهرات و ماشین خوب داشته باشی با این تن فروشی و با این خانواده فروشی و در کنارش خراب کردن یک خانه رو ویران بکنی و روی ویرانه ی خانه ها تو میخوای خانه برای خودت بسازی. ای مادر، صدای منو برای دخترت پخش کن، ممکنه گوش کنه و نگاه کنه و بخنده به من و تو، ولی متاسفانه یک فاجعه ایه که در ایران داره بیداد میکنه و وای به حال تو عزیز مادر، میفهمم چقدر دردناکه برات، و وای به حال تو عزیز دختر 30 ساله، حیف شما نیستش که بخوای زندگی های دیگران رو تخریب بکنی و خراب بکنی. چی به نفع تو بوده تا به حال که با مردایی رابطه داشتی؟ خشم تو از کجاست؟
اینو برو تو پید، خودت تو یک قربانی هستی عزیزم. چرا باید بری خانه دیگران رو خراب کنی؟ آیا تو رابطه های قبلی به تو خیانت شد؟ آیا دختر دیگه ای اومد عشق تو رو ازت گرفت و حال این چنین میخوای انتقام جویی بکنی؟ کار زشت و غلط دیگری رو که ما نباید انجام بدیم. ما که نباید مثل دیگری بیشعور بشیم. ما باید شخصیت و شعور خودمون رو نگه داریم و هرگز حرمت و کرامت خودمون رو به هیچ پول و به هیچ مقام و به هیچ خوشگذرونی نفروشیم، زیرا که فردا بهای بسیار دردناکی رو باید پرداخت کنی عزیزم. هر چه زودتر از این منجلاب بیا بیرون و اینقدر خود و خانواده خود و یک خانواده رو تو دردسر و گرفتاری های بزرگ نگذار. این دقیقا یک خودخواهی بسیار خطرناک و یک گیم بسیار خطرناکیه که داری بازی میکنی. اول با خودت، با کرامت خودت و بعد با خانواده هایی که این چنین میری با همسراشون رابطه داری و بعد طبیعتا در کنارش خانواده خودت. مادر صدای منو برای دختر عزیز قربانی بذار. ای قربانی، قربانی نباید قربانی تحویل بده. قربانی باید خودش رو از قربانی بودن بیاره بیرون. گود لاک عزیز. خانمی گفتن که قبلا با ما ارتباط گرفته بودن و راهنمایی های شما بسیار مؤثر بوده. اینجوری بودش که با یک آقایی میخواستن وارد یه رابطه بشن، قرار ازدواج داشتن، ازدواج دوم بود البته، که من یادم اومد وقتی که یاد داشته ایشون رو خوندم که این آقای کمی تردید داشت. شما هم یه صحبت هایی کردین گفتن تاثیر گذاشته و بهتر شده، اخلاقش اینا یه ذره بهتر شده. گفتن من به خاطر این آقا عمل زیبایی انجام دادم، چون بدنم به خاطر زایمان و اینا یه مقدار به هم خورده بوده، به خاطر ایشون که ایراد میگرفته عمل جراحی انجام دادن. الان صحبتشون و مشکلشون این هستش که این آقا رابطه جنسی رو از عقب میخواد و این خانم خیلی ناراحته. میگه به خاطر این موضوع افسردگی پیدا کردم، احساس بدی دارم، احساس میکنم تحقیر میشم و اینکه فکر میکنم طرف مقابلم ارزشی برام قائل نیست. لطفاً راهنماییم بکنید. ببین عزیزم، anal sex به انگلیسی میگم، اگر که رعایت کامل بشه زن میتونه، زن و مرد میتونن با anal sex ارضا بشن و اگر رعایت بهداشتی هم باشه خطری نداره. اما از همه چی مهمتر رضایت خاطر شماست. شما اگر راضی نیستی حقته که اجازه ندی همچی کاری با شما بشه و همین دلیل شما باید با ایشون صحبت بکنی، با هم کنار بیاین در این مورد که ایشون باید برای شما حرمت قائل بشه. اصولا آقایون اینال سکس رو خیلی دوست دارن به خاطر اینکه یک مقدار تفاوت داره و به اضافه اینی که طبیعتا تنگ تره، لذت بیشتری بهشون میده، به اضافه حالا دلایل خاص هر کس دلایل خاص خودشه. ولی هرگز حق نداره به دیگری اهمال بکنه، تحمیل بکنه که چون من دوست دارم تو هم باید قبول بکنی. شما تحقیقاتتو بیشتر بکن، اگر رضایت خاطر نداری حق ندارم ایشون این مسئله رو تحمیل کنه. حتما که نباید رابطه جنسی هر دور که اون میخواد باشه، باید دو طرف در مورد هر چیزی راضی باشن و این رضایت خاطره که احساس جنسی بهتری رو به هر دو باید بده، نه اینکه یه نفر احساس لذت ببره و دیگری زجر بکشه. این تاثیر خیلی بدی تو رابطه زناشویی و جنسی خودش میذاره، خودتون میذاره و این بیشتر میتونه اختلافات شما رو بیشتر بکنه. بله. ایشون بهتر که این مقدار بیشتر دقت کنه برای تحمیل هاش. بله. و اما مورد بعدی که توی یک قسمت این دو تا از بیننده هامون شریک هستن و اون اینه که دارای افسردگی شدید هستن، کمخوابی، وسواس فکری. این یک بخشی هستش که دو تا از بیننده هامون مثل همن. اما ادامه این صحبت اینه که خودارضایی شدید میکنم، از زندگی خسته هستم، آرامش ندارم، وسواس جنسی شدید دارم، نامزد دارم ولی تلفنی وقتی با نامزدم حرف میزنم خود به خود ارضا میشم و کنترل دست خودم نیست. آیا این مشکل میتونه روی زندگی مشترکمون بعدها تاثیر بذاره؟
خسته ایشون شدم از آقاست یا زندگی. خانومه؟ این آقا هستن، ایشون آقا هستن. اون طرف دیگه هم که برام نوشته بودن، یک مورد بود که یک آقایی بودن که گفتن وسواس شدید فکری دارم و خسته هستم از این وسواس. یه خانم هم گفت بودن، یه خانم جوان، ایشون هم گفت بودن من وسواس دارم و هم فکری هم جنسی همه چیز انگار که فشار داره به میاره. وقتی که از هرسه میگن وسواس فکری، فکر میکنم منظورشون اینه که همش به سکس فکر میکنن. ممکنه درست؟ ممکنه باید اینطوری باشه دیگه. معمولا وقتی که انسان خودارضایی میکنه، به خودارضایی هیچ اشکالی نداره، ولی باید هر چیزی حد و حدود خودش رو داشته باشه که به اعتیاد نرسه. این یک مسئله است. مسئله ای که وقتی که حتی تلفنی هم صحبت میکنی ارضا میشی، آیا با یارت رابطه جنسی داشتی؟ آیا زود شما اصلا کلا زود ارضا میشی؟ اینو باید در نظر بگیری، برای اینکه لول سکس درایو سکس به انگلیسی میگن، هر کس درایو سکسش یعنی احساسات جنسیش و درجه خاص جنسیش متفاوته. همه انسان ها با هم متفاوتن. بعضی ها درایف سکسشون خیلی بالاتره، تون تون سکس میخوان، خیلی بیشتر سکس دوست دارن، زود تحریک میشن، ولی بعضی ها نه، متوسطن، بعضی ها پایین ترن. شما از اون نوعی هستی که هر سه شما از اون نوعی هستی که سکس رو دوست داری، ارضا شدن جنسی رو دوست داری، به فکر سکس زیاد میفتی. اما این فکر فکر شماست، این فکر فکر شماست، شما ای هستید که باید دیسترکتش بکنید، تغییرش بدید، که به اعتیاد و هم به قول خودتون وسواس فکری نرسه که هر جا نشستین و هر کی نگاه میکنین و هر کی حرف میزنین فورا احساس جنسیتون برانگیخته بشه، یا اینکه سریع ارضا بشین همون لحظه همونجا، یا برای آقایون خیلی سخته، تو ملای آمیره فعالای تناسلی بیدار میشه، حال به حال طرف بد میشه و اینا عواقب خیلی بد اجتماعی و بی اخلاقی اجتماعی به وجود میاره و دردسر برای خودتون به وجود میاره. به اضافه اینه که اگر اینقدر راحت ارضا میشید، مخصوصا آقایون، اگر اینقدر ارضا میشید، این فقط حواستون باید باشه که وقتی رابطه جنسی با طرف مقابل با یارتون دارید، یه وقت به زود انزالی گرفتار زود ارضایی نشید، گرفتار زود انزالی نشید. نیاز جنسیتون رو برآورده بکنید با خود ارضایی. اما اگر که مثلا چند بار در روز، به مرور هی تعدادش رو کمتر و کمتر بکنید و بعد زمانی که با اینکه خودتون ارضا کردید ولی باز ولع دارید، فورا ولعتون، افکارتون رو باید تغییر بدید. تلفن دستت، فورا برو توی اخبار، برو توی یک موزیک، برو توی این، توی این، این افکار دست ماست. اینی که من میگم دست من نیست، به این سادگی نیست. یارو اعتیاد به الکل داره، اعتیاد به مواد مخدر داره که رفته تو خونش. ولی این خب خیلی کارو سخت‌تر می‌کنه، این اعتیاد هم روحی روانی معتاده و هم جسمی علیل و معتاد شده. یعنی که شما اینقدر وقتی آدم خودش رو ناتوان بکنه، بگه که دست خودم نیست، خودتون رو دارین ناتوان می‌کنید. انسان دست خودش هست. سکس غریزه برای انسان نیست، برای حیوان غریزه است و ما باید تعادل رو کمک بکنیم. اگر کمک همینطوری خودمون نمیتونیم، تلاش کنیم با متخصص، با متخصصی که روانشناسه و بخش سایکوسکشوال تراپی هم هست، تماس بگیرید یا با هر کس دیگه کمک حرفه‌ای بگیرید که این مسئله برای شما حل بشه. وگرنه این که دست خودم نیست، وسواس فکری پیدا کردم، این وسواس فکری کم کم فردا مبتلا میشید به یک وسواس دیگه، به یک وسواس دیگه. اینو هر چه زودتر جمع جورش بکنید به نفعتونه. عذابم نمیکشید، برای که مخصوصا برای آقایون بسیار دردناکه. و امیدوارم که تلاش بکنید با تمرین های مختلف تعادل بدید به احساس جنسیتون، سرخوردش نکنید و ناتوان نکنید خودتون رو که نمیتونید، و دیسترکت بکنید افکارتون رو ببرید به جای دیگه، و اگر که باز هم نمیشه حتما کمک حرفه‌ای بگیرید. یکی دو جلسه کمک حرفه‌ای خوب میتونه تکنیک هم به شما یاد بده و شما خلاص بشی از این مشکل. بله. و اما موارد بعدی، ما 5 دقیقه فرصت داریم، امیدوارم بتونیم به نکاتی برسیم. یک موردی هستش که این رو چون میتونه ربط پیدا بکنه به اون سوال قبلیمون، اینو
الان مطرح میکنم، هرچند که هنوز نوبتش نرسیده. یه آقایی گفتن که با وجودی که همسر دارن علاقه دارن به روابط جنسی متنوع. گفتن که مجبورم، من زیر این مجبورم خط کشیدم، به روابط غیر مشروع وارد بشن. فکر میکنم یه جوری ربط پیدا میکنه به اون اولی و توضیحاتی که قبلا دادید. و این آقا هستن؟ آقان، بله. خب گفتن که گفتم من جواب بدم. مجبور هستم. یعنی جالب اینجا اینه که اون خانمی که فکر میکنم نوشته بود در مورد شوهرشون که صیغه میکنه، بله، یه جوری اینجور، حالا این آقا خودش دیگه، حالا البته اون نیست، نه اون ولی نیست، نگاه کنید چقدر شباهت داره. بله بله، چقدر مشکلات شبیه همه. و همین نشون میده که عزیزان، خواهش میکنم وقتی جوابتون رو میگیرید، این جواب جواب شما هم هست، جواب فقط اون فردی که خوانده میشه نیستش. لطفا سعی کنید اینجوری جوابم بگیرید. اما عزیزم، اینی که مجبورم نداره، الان من توضیح دادم، ما خودمون باید تعادل و کنترل داشته باشیم، اداره بکنیم، منیج بکنیم احساسات خودمون رو. اینه که دوست دارم برم، خیلی چیزا رو ممکنه خیلی دوست دارم، ولی دلیل نمیشه که چون دوست دارید شما خیانت بکنید، چون دوست دارید شما مشکلات و معضلات دیگر رو برای خود و خانوادتون درست بکنید، برای جامعه درست بکنید. اینا بهانه هستش. باید انسان برای کرامت خودش و حرمت خودش، حتما حتما اینا اگر در نظر بگیری عزیزم، برای شخصیت خودت کارو خیلی برات آسان‌تر میکنه. در کنارشم طبیعتا شما میتونید خود ارضایی بکنید. دلیل نداره که حتما با این ارتباط داشته باشی، با اون ارتباط داشته باشی. مجبوری؟ هیچ کس مجبور نیست عزیزم، هیچ کس مجبور نیست. شما خودت رو مجبور کردی و توجیه داری میکنی اینو برای خودت، چرا که رو شخصیت و کرامت خودت داری پا میگذاری. بله. امیدوارم که صدای منو بشنوی. بله، خیلی خیلی جالب، همون مجبورم که انجام بدم، در حالی که به هر حال میتونه آدم کنترل کنه. یه مورد دیگه هستش که اینم چند نفر یادداشت گذاشتن که فکر میکنم کوتاه میشه جواب داد، اینکه راه‌های پیشگیری از انزال زودرس. یه کسی دیگه گفته زود انزالی دارم، آیا زود انزالی درمان داره؟ و یکی گفته که خودارضایی آیا درمان داره؟ اینا معمولا اینجوریه که خودارضایی میکنن، زود انزالی میگیرن، آیا اینا درمان دارن؟ میشه کنترل بکنه آدم؟ خودارضایی که اشکال نداره، مگر اینکه دیگه اینقدر بیش از حد بشه که بشه اعتیاد، اون وقته که بعد کمک حرفه‌ای بگیر. وگرنه خودارضایی هیچ اشکالی، علمی هیچ اشکالی نداره. تمام حرفایی که در موردش زدن مذهبی زدن اصلا حقیقت نداره، حقیقت نداره. اما زود انزالی و زود ارزایی، زود انزالی یعنی اینکه بعضی وقتا بعضی از آقایون زود آلت تناسلیشون بیدار میشه و نیمه کاره خواب، نیمه خواب ارزا میشن و میخواب. آیا این مشکل رو دارید؟ یا اینکه نه، کاملا بیدار میشه ولی نمیتونین طولانیش بکنه، زود ارضا میشه. این دوتا با هم یه مقدار متفاوت هستن. تو بعضیا نیمه بیدار نیمه خوابه که ارضا میشن، و یا اینکه اصلا ارضا نمیشن، یک دفعه میخواب. برای این بخش شما اگر امکان داره براتون، حتما حتما با پزشک متخصص مراجعه بکنید، ببینیم از نظر فیزیکی آیا مشکلی هست یا نیست. اینو در درجه اول باید اولویت قرار بدید که ما مطمئن باشیم که از نظر فیزیکی شما مشکل ندارید. نگران نشید، حتی اگر از نظر فیزیکی هم مشکل داشته باشید، قابل علاج، الان قرن 21، ولی کمک حتما بگیرید. از پزشکتون خجالت نکشید، آقایون خجالت نکشید، لطفا مراجعه کنید به پزشک متخصص. اما اگر که زود ارضا میشید، اینجاست که حالا نگران نباشید. با تکنیک های مختلف، بیماری نیست، ولی با تکنیک های مختلف شما میتونید طولانیش بکنید، و این طولانی شدن با راحت‌تر میتونید هم لذت بیشتری ببرید و هم به یارتون وقت و فرصت بدید که او هم ارضا بشه، و یا اینکه اصلا در یک لحظه با هم ارضا بشه. اینا تکنیک‌های مختلف داره که شما میتونید با متخصص صحبت بکنید و همه رو کمکتون میکنه و از این مشکل میگیرید. خیلی متشکر از شما خانم دکتر میترا بابک عزیز. وقت ما به پایان میرسه، به امید دیدار تا برنامه آینده.
بینندگان گرامی، صحبت های ما رو میشنیدید با خانم دکتر میترا بابک، روانکاو و پژوهشگر ایشون هستند و فکر میکنم الان علاوه بر تو این زمینه که شما میشناسین ایشون رو، توی بحث های کلاب هاوس، بحث های سیاسی و فعالیت های سیاسی هم با چهره ایشون آشنایی دارید. امیدوارم که پاسخ سوالاتتون رو گرفته باشین. من سیما بهاری و همکارم آراد علیزاده برای شما ساعات و لحظه‌های خوبی آرزو مندیم. به امید دیدار در برنامه آینده.